دانشجوی بسیجی چطور میتونه از آزادی بگه؟ چطور میتونه از گفتگو بگه؟ چطور میتونه اصلا قائل به گفتگو باشه؟ وقتی که تمام مسائلش تمام دغدغش پیرامون آزادی چند تاره مو، اما اون همه دانشجوی زندانی رو نمیبینه. بسیج تو کی میخواد سکوت کنه؟ انحصار طلبی بسیج چند ساله که در تمام دانشگاه ها داره اعمال میشه؟ چند وقته که قلم بسیج فقط شماغه و هر جای تاریخ که میرن با چکمای قرمز برمیگردن. ما باید کی خجالت بکشیم از اینکه هر اتفاقی که تو دانشگاه قراره بیفته، از تریبون آزاد، از مناظره، از جلسات دانشجویی، از آموزش خیاطی، از جلسه شعر، همه چی رو بسیج برگزار کنه. دست رو هر پریزی باید بکنه. بسیجی که به آزادی قائله، پشت سر کسی ایستاده که کردان رو آورد، کردان که رفت محصولی رو آورد، پشت سر کسی وایساده که 4 سال تمام دانشجو رو تحت فشار قرار داد. بسیجی که قائل است به آزادی، 4 سال کجا بودی؟ دم انتخابات شد باز معتقد شدی به آزادی؟ بعد از 4 سال، این 4 سال که دانشجوها تحت فشار بودن، پلی‌تکنیک اونگونه شد، علامه اونگونه شد، مصنف اینگونه شد، شما کجا بودید؟ بعد از 4 سال میخواهید بگویید ما هم هستیم و میخواهید بگوییم که نگرانیم برای آزادی. آزادی شما کجا بودید 4 سال؟ این 4 سال که همه تحت فشار بودن. من نمیتونم قبول کنم که با گفتگو همه چی حل میشه. وقتی که بسیج به هیچ عنوان اصلا به گفتگو قائل نیست. تازه دیروز نکته جالبی هم بگم، اولش میگفتن آزادی همیشه بی گفتمان نمیشه، نمیرسن فرق گفتمان و گفتگو رو. این بسیج هیچ ایدئولوژی پشت سرش جز چماق نیست. این بسیج جنگ نیست. دور جنگ همه بسیجی بودن، دور جنگ هر کی که به جنگ رفت بسیجی بود، اما الان شما ببینید تو این جمعیت کسایی که دست میزنن، کسایی که وایسادن، چند درصدشون بسیجن، چقدر اختلاف افتاد بین اون بسیج و این بسیج. بسیج شد تریبون مداحی یک عده خاص. آیا قرار بود بسیج اینگونه شه؟ آیا وقتی که ما میگفتیم بسیج مدرسه عشقه، همچین روزی رو پیش بینی میکردیم؟ من از خودم خجالت میکشم. باید ربایی تمام میکنم. هرچه به حساب بوفه خوردید حلال، از قسمت ما علوفه خوردید حلال. خوردید غذای ظهر عاشورا را، نانی که به نرخ کوفه خوردید حلال. Thank you.